زندیات حضرت زینب قهرمان کربلا را به تمام مسلمانان تبریک عرض می دارم. روز ولادت حضرت زینب برای همه مسلمانان و مؤمنین خصوصا برای مردم شیعه تبریک باشد. تبریک، تبریک، تبریک. امروز هزار تبریک خاص باید گفت، چرا که در خانه مرتضی علی علیه السلام برای سومین مرتبه جشن و سرور برپا است. فاطمه سلام الله علیها دختری همچون نور به تاریکی دنیا می بخشد. فرشتگان در رفت و آمد و هلهله هستند. نوزاد شیرین پا به جهان می گذارد که گریه ها و نارامی هایش در آغوش برادرش حسین آرام می شود. این است زینب. تون علاقمند هستین که در رابطه با بی بی دو عالم صحبت بکنیم؟ صحبت شما هستین آقا زه؟ سلامت داشت. بسیار خوب. امروز مصادف است با ولادت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها. ولادت بر شما تبریک میگیم. شما در رابطه با بی بی دو عالم چی گفتنی دارین؟ او کی بودن و چی شخصیتی داشتن؟ بی بی سلام الله علیها دختر علی علیه السلام و خواهر امام حسین و فداکاری های در صحنه کربلا کردن که بی نظیرن. فرزند سهیم حضرت امیر امیرالمومنین بود، دیگه نواسه پیغمبر خدا بود، دیگه قهرمان کربلا بود. دختر علی بود، دختر فاطمه زهرا، خواهر امام حسن و امام حسین بود. شخصیت بزرگی بود، شخصیت خوبی بود. خوب. فداکاری های زیادی داره. زن قهرمان بود در جهان اسلام. یه قهرمان های زیادی سپری کردن. اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود، خون شهدای کربلا پایمال میشد. بسیار زن شجاع و دلیر، قهرمان، زنی شجاعی بود برای نواسه پیغمبر اسلام. حضرت بی بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها اولین دختر در خانه حضرت امیر علیه السلام و سومین فرزند خاندان پاک عصمت و طهارت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها در چنین خانواده چشم به جهان گشود و این بی بی الگو سرمشق برای تمام زنهای مؤمن و مؤمنه هست که باید برای خودشان یک الگو قرار بدن از زندگی بی بی درست استفاده شوه. وضعیت زنای ما در سراسر دنیا در این حالت نخواهد. در قسمتی صحبت بکنیم با ما که بی بی زینب کبری سلام الله علیها چه فداکاری هایی را در راه اسلام انجام داده؟ همونطوری که امام حسین تمام خانواده و اعوان انصار خود در راه اسلام، در راه دین پیامبر که فدا کرد، ایثار کرد، و حضرت زینب هم داشته های خودش به اندازه توان خود فدا کرد. مثلا دو تا فرزندش به عنوان عون جعفر در کربلا، در مسیر امام حسین، در مسیر دین اسلام، در مسیر دین پیامبر به قربانی گذاشت. خب دیگر خودش به اندازه صبر و استقامت کرد که یک مثلا در شب 11 محرم که میگه که ازش سوال میکنه که میگه تو به ازی شهادتی مثلا این قربانی های کدادی مثلا به نظر چی گونه مثلا دیده میشه؟ ما به جز زیبایی چیزی ندیده میگه. مثلا خداوند قربانی را مگه که از ما قبول بکنه. حضرت زینب سلام الله خیلی فداکاری زیاد کرد. هیچ کس از خانوادش سود دل نمیکنه. او از عبدالله دل کند رفت طرف کربلا. با این که میدانست راه برگشت نداره، با دو دانه پسرش آنا راهی شد. که از اول حادثه کربلا فداکاری کردن تا اواخر، در شام، در کوفه،
با خطبه های آتشینشان خلاصه قیام امام حسین را به مردم رساندن، پیام امام حسین را رساندن به مردم. قهرمان است زینب کبرا، یک بیبی دو عالم، بیبی قهرمان است. خطبه زینب اگر در سفر شام نبود، از فداکاری شاه شهیدان نام نبود. خطبه های آتشینی که بیبی در کوفه، در بدو ورودی کوفه و در بدو ورودی شام، مخصوصا در خرابه شام، یک تکیگاه برای اهل البیت سلام الله علیه خواهد. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که مدتی اونجا ماندگار شدن، کلاس های احکام، قرآن، حدیث، این برنامه ها را بیبی ایفا نمودن و در کنار این مسائل دینی، مسائل شخصی خودش هم داشتن و امداد رسانی هایی هم که برای مردم اون زمان ارائه کردن. زینب میتونه الگوی شجاعت و صبر و بردباری میتونه باشه زندگی. مثلا حادثه که در کربلا اتفاق افتاد، مثلا هیچ انسانی از عهده یزید هم نمیتونه بره. حضرت زینب بود که عرض میکنه به یزید، میگه که ما به جز زیبایی چیزی دیگه در این حادثه ندیدیم. مثلا خب میتونیم در برای بانوان مثلا مسلمین مثلا اینا رو به عنوان یک الگویی برای حجاب و حیا مثلا معرفی بکنیم. مخصوصا ما خودم گاهن که عقده دل ما فرا میگیره، مشکلات بالاخره هست در هر خانواده، رجوع میکنم به عمه سادات سلام الله علیها زینب که این بیبی خودش یک درس زندگیش، رفتارش، حرکاتش و مصائبی که دیده، اینا خود به خود به آدم نیرو میبخشن. امروز روز ولادت بانوی است که توانست عشق و عقل را به هم پیوند بزند، بیان که هیچ یک فدای دیگری شود. بانویی که برادر را در هیچ شرایط رها نکرد و عشق خواهرانه را سالها بذل و بخشش نمود، در انتهای راه عشق را با عقل خیش کامل نمود و با کمک عقل مشعل هدایت را روشن نگاه داشت. ولادت عقیله بنی هاشم و زینب کبرا برای عاشقان و شیفتگان امامت و ولایت مبارک باد.